چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه است کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و و, رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت <applause> کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه تمام کتاب مقدس رو مطالعه و بررسی می کنیم از کتاب پیدایش تا مکاشفه در حال مطالعه انجیل متا هستیم و به فصل پنجم رسیدیم در این فصل موعظه سرکوه آغاز میشه که نخستین موعظه در انجیل متاست و شامل فصل پنجم، ششم و همچنین هفتمه. به فیض خدا امروز این موعظه رو به طور کلی بررسی میکنیم و از آیه یک تا بیست فصل پنجم رو به همراه شما مطالعه خواهیم کرد. تشویقتون کنم دفترچه یادداشت و کتاب مقدستون رو بردارین فصل پنجم متا رو باز کنید و در این مطالعه با ما همراه باشین. همچنین اگر هر گونه سوال نظر یا پیشنهادی داشتین از طریق آدرس ایمیل یا شماره تماس هایی که در زمان استراحت در تصویر پخش میشه با ما در میون بذارین. در ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما برادر درود یوسف. بر شما خوش اومدیم ممنونم همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر یوسف با رسیدن به فصل پنجم بخش جدیدی رو آغاز میکنیم یعنی موعظه سرکوه لطفا درباره این موعظه و بخش های اون در ما توضیح بفرمایید این طولانی ترین و همچنین مشهورترین موعظه عیسی مسیحه باید بگم که تعالیم این موعظه واقعا برجسته و پیچیدن تا حدی که از طرف خیلی ها تمجید شده به عنوان مثال گاندی که هم معزه سر کوه و هم مسیح که واعظ اونه رو ستایش میکنه ولی بعضی هم شاید به اشتباه بگن این تعالیم با دنیای امروز ما که بیشتر شبیه جنگله هم خونی نداره جایی که قوی ضعیف و نابود میکنه و بازماندگان قوی و خشن ترین ها هستن این موعظه مردم رو دو دسته میکنه و شخصیت واعظ رو نشون میده کسی که برای سقوط یا سرافرازی بسیاری تعیین شده پس دی از این موعظه لغزش میخورن و بعضی ها هم روی اون تعمق میکنن و از اون اطاعت و پیروی میکنن و از پیروزی این تعالیم و معلم بزرگ اون لذت میبرن یعنی خلاصه گفته های من اینه که این موعظه طولانی ترین و همچنین مشهورترین موعظه عیسی مسیحه و همونطور که میدونیم اکثر موعظه ها در انجیل متی ذکر شده این موعظه شامل مشهورترین موعظه های عیسی مسیح ولی آخرین نیست برای موعظه های دیگه در این انجیل وجود داره بله مثلا در فصل در موعظه خدمت روحانی و در فصل 13 مسائل پادشاهی آسمان رو میبینیم و همینطور فصل 18 درباره اخلاقیات کسانی که در این دایره هستن و سپس موعظه چهارم در فصل 23 که میتونیم بهش بگیم موعظه وای و در نهایت معزه کوه زیتون که درباره نشانه های زمان های آخره در متا 24 و 25 پس این اولین معزه مسیح در انجیل متاس بله. و معروف به معزه سر کوه یا بالای کوه بله. که در فصل های 5 6 و 7 اومده درسته برادر یوسف ما چطور میتونیم این معزه رو تقسیم بندی کنیم خب همون که مشاهده میکنین معزه بالای کوه فصل به فصل تقسیم شده و این تقسیم بندی بسیار زیبایه به این خاطر که فصل های پنج، شش و هفت هر کدوم داره یه عنوان مشخصی هستند. اگه بخوایم این فصل رو در یک کلمه خلاصه کنیم میشه گفت فصل پنج عدالت راستینه. بعد فصل شش که پرستش راستینه. و سپس فصل هفت داوری راستینه. یا اگر بخوایم این سه فصل رو به سه شخصیتی که در تسلیس هستن رفت بدیم میتونم بگم فصل پنج مرتبط با روح القدسه به این خاطر که اگه سکونت روح در دلهای ما نباشه ما قادر نیستیم این قوانین پیچیده رو به جا بیاریم فصل شش درباره پدر صحبت میکنه به این دلیل که واژه پدر در معزه بالای کوهف ده بار گفته شده و دوازده مرتبش فقط در فصل شش همه، پس فصل شش بر پدر تمرکز داره و اگر روح القدس در فصل پنج و پدر در فصل شش بنابراین ما میتونیم خداوند عیسی مسیح رو به عنوان داور حقیقی در فصل هفت انجیل متا ببینیم بسیار خوب برادر یوسف آیا موعظه بالای کوه راه انسان به آسمانه؟ یعنی اگر انسان از این مسیر و از کلماتی که در این موعظه اشاره شده پیروی کنه آیا عاقبت به بهش میره؟ چون خیلی ها میگن این موعظه راهیه که شما را به بهش و آسمان متصل میکنه خیلی از افراد بر این عقیده هستن ولی چنین چیزی از نظر من به هیچ عنوان نمیتونه امکان پذیر باشه اگه کسی این موعظه رو بخونه و ازش خوشش بیاد و بگه از امروز شروع میکنم و طبق اونچه که موعظه بالای کوه گفته رفتار میکنم تا به آسمان برم من بهش میگم تو مفهوم نخستین عبارت این موعظه رو نفهمیدی که میگه خوش به حال مسکینان در روح به نظر مسکین نمیای و فکر میکنی به هر چی که نوشته شده میتونی عمل کنی تو خیلی از این موعظه دور هستی در حقیقت باید درس کنم که این راه گناهکاران به آسمان نیست بلکه راه آسمانی برای شاگردان مقدسین و همچنین ایماندارانه اگه شما میخواین در زمین طوری زندگی کنین که انگار در آسمانید باید طبق این تعالیم عالی یا موعظه بالای کو زندگی کنین شخصی این موعظه رو قانون اساسی پادشاه نام گذاشته درسته چون وقتی پادشاه خودشو به ملت معرفی میکنه قوانینی رو برای اونا وضع میکنه که شهروندان اون قلم رو باید رعایت کنن و بعضیا هم اسم اون رو قوانین داخلی مدرسه میذارن که در اون خداوند عیسی مسیح هم درس و هم معلمه درسته لطفا درباره فصل پنجم توضیح بفرمایید موضوعات اصلی فصل پنجم چیا هستن اگه بخوام فصل پنجم رو تقسیم بندی کنم میتونم بگم آیات یک و دو مقدمه موعظه هستن از آیه یه تا آیه در باره یه درباره انسان‌های شادمان حقیقی یعنی کسانی که مسیح اونا رو برکت داده از آیه 13 تا آیه 16 میتونیم تاثیر پسران و دختران رو بر ملکوت ببینیم از آیه 17 تا آیه 20 درباره ی مسیح، شریعت و ملکوته. سپس از آیه 21 تا پایان فصل کاربردهای عملی میده. این کاربردها شش موردن که مقایسه ای بین گفته مردم در قدیم و گفته های عیسی مسیح هستند. اجازه بدین آیاتی رو بخونیم و بعد سالی رو مطرح میکنم. بفرمایید. چون عیسی آن جماعت ها را دید به کوهی برآمد و بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت: خوشا به حال فقیران در روح زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است خوشا به حال ماتمیان زیرا آنان تسلی خواهند یافت خوشا به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا آنان سیر خواهند شد خوشا به حال رحیمان زیرا بر آنان رحم خواهد شد خوشا به حال پاک دلان زیرا آنان خدا را خواهند دید خوشا به حال صلح جویان زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند برادر لطفا با آیه اول و دوم شروع کنید در آیات یک و دو مسیح به بالای کوهی میره و اونجا واقعا مکان بسیار مناسبی بوده چون درباره پادشاهی و ملکوت آسمان صحبت میکنه او درباره ویژگی های پسران و همچنین دختران پادشاهی میگه شخصی بین کوههایی که در کتاب مقدس هستن مقایسه ای انجام داده و اول به کوه سینا اشاره کرده که موسی از اون بالا رفت منظر اونقدر ترسناک بوده که موسی اینطور میگه از ترس بر خودم میلرزیدم و همچنین یک کوه دیگه هم در پایان کتاب تسنی است درباره کوه ایبال هم میخونیم که کوه لعنت هاست در عهد عتیق بیشتر از اینکه درباره برکات کوه جرزیم بخونیم درباره کوه ایبال میخونیم انگار که عهد عتیق پر از رد و برقه و صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر آنها را نشنوند و همچنین کوه لنت ها رو میبینیم پس برکات و همچنین خوشا ها کجا هستند در اینجا در درسته. کوهی که مسیح از اون بالا رفت و نخستین واژگانی که مسیح بالای کوه فرمود برکت بودند. در عهد جدید پنجاه خوشا بهحال میخونیم که اولینش در اینجاست خوشا کسانی که از فقر روحی خود آگاهند و آخرین خوشا به حال در انجیل ها در انجیل یوحنا فصل 20 خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند یعنی مسیحیان دوران کنونی اونا ایمان دارن با اینکه ندیدن خوشا به حالشون و همینطور در کتاب مکاشفه هم میتونیم هفت خوشا حال رو ببینیم پس آغاز خدمت مسیح در کفرناهوم این بود که درباره آرامش صحبت کرد بله و نخستین کلماتی که مسیح تعلیم داد خوشا حال ها بودن درسته چرا که خدمت و همچنین موعظه های مسیح آکنده از شادی خوشا حال و آرامش بسیار خوب استراحتی میکنیم و با پرسش وزار برمیگردیم در فصل پنجایه میبینیم که به فقیران در روح اشاره شده. معنی فقیران در روح چیه و آیا به انسان‌های فقیری که دچار مشکل مالی هستن اشاره میکنه؟ بفرمایید برادر. درسته که افراد فقیر و کسانی که از طبقات پایین‌تر هستند به دل خدا نزدیک ولی همیشه همینطور نیست. گاهی فقیر یا میبینیم که تمام وجودش پر از غروره. یا کسی که ضعیفه ولی ستمگره مثل موردی که در رومیان پنج میبینیم شاید بگه شخص ضعیف باید گدای محبت مردم باشه ولی شاید هم افترازن باشه در اینجا منظور مسیح وقتی میگه خوش به حال فقیران در روح کسانی که جیبشون خالیه نیست بلکه کسانی که اسم میکنن قلبشون خالیه همه ما فقیریم و آرزوی من اینه که همیشه این ویژگی رو داشته باشم چون مسیح در صحبتهاش چنین کسانی برکت داد همچنین در اشعیا 66 میگه اما به این شخص که مسکین و شکسته دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد کسی که کلام خدا رو تحقیر میکنه و فکر میکنه میتونه کلام خدا رو داوری کنه مسکین در روح نیست کسی که همش داره کلام خدا رو اصلاح میکنه و برای مثال اینطور میگه که الهام فلانجا درست و فلانجا غلطه مسکین در روح نیست و هرگز برکت نگرفته ولی کسی که در دلش عمیقا احساس میکنه که واقعا از نظر روحانی فقیره و فورا به خدا نیاز داره این شخص مسکین در روحه اولین خوشا به حاله مربوط به مسکینان در روحه که نیاز به خدا رو احساس میکنن و از فقر روحانیشون آگاهن بله و دومی میگه خوشا به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت این به چه بله. نوع اشاره میکنه بعضی ها برای اوضاع اقتصادی یا از دست دادن پول ماتم میگیرن اما چه نوع ماتم زدگانی تسلی پیدا میکنن کلام خدا راجع به ثروتمندی میگه که محزون شد او خوشا به حال نیست کسی که ماتم داره قبل از هر چیز باید قصه یه گناهانشو بخوره فکر میکنم تصویری از یک ماتم زده واقعی رو در داوود زمانی که گناه کرد میبینیم در کتاب مقدس میخونیم که او میگه هر شب سیل اشک در رخت من جاری است اون وانمود نمیکرد که غمگینه بلکه واقعا احساس ناراحتی میکرد و ماتم زده بود و سوگواری می کرد. و شخصی هم از که به خاطر گناهان و خطایا و نادانی دیگران ماتم می کنه. و در کتاب مزامیر می سیل اشک از چشمانم است اما به چه دلیل زیرا مردم از شریعت تو پیروی نمیکنند، کنند. جدایی قوم از خدا و سرپیچی اونا از نجات خدا ایمانداران حقیقی و ناراحت میکنه. پولس میگه من با اشک از قومی یاد میکنم که مثل دشمنان صلیب مسیح رفتار میکنن اما چرا با عشق؟ به این خاطر که عاقبت دشمنان صلیب عیسی مسیح هلاکته و خداوند چنین ماتمی و تحسین میکنه درسته در ادامه اینطور میفرماید خوشا حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد منظور چه کسانیه فروتن کسیه که در دل خودش عمیقا احساس میکنه که بی ارزش و ناچیزه من در مورد خودم میتونم بگم هیچی نیستم ولی اصلا دوست ندارم شما به من بگی هیچی نیستی کسی که اینطور فکر میکنه شخص فروتنی نیست شما به هیچ عنوان نمیتونین آدم فروتن رو عصبانی کنین چون هرچی بهش بگین اون واقعا و صادقانه در دلش احساس میکنه حتی کمتر از چیزیه که شما میگین بنابراین نمیتونین این شخص رو عصبانی کنین چون هر کاری هم که بکنین بازم احساس میکنه کمتر از چیزیه که شما بتونین عصبانیش کنین خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدایی هستند گرسنگان و تشنگان نیکی خدا چه کسانی شخصی درباره این آیه که فقط چند کلمه است به زیبایی گفته این یک انجیل کوتاهه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا آنان سیر خواهند شد فقط چند کلمه منظورم اینه که وقتی من احساس گرسنگی یا تشنگی میکنم یعنی برای انسانی که گرسنه و یا تشنه باشه هیچ چیزی جای غذا رو نمیگیره مثلا وقتی من گرسنمه اگه یه موسیقی زیبا برام پخش کنین میگم اول بهم غذا بدین بعد هر کاری میخوایم بکنین من گرسنمه یا اینکه میگم من تشنمه پس شخصی که مسیح اونو خوشا به حال میخونه گرسنه و تشنه است ولی نه برای آب و غذا اینجا مسیح از این تصویر استفاده میکنه تا شدت نیاز رو توضیح بده نیازی که میتونین در بچه ها در زمان غذا خوردن ببینیم برای اون بچه اصلا مهم نیست چه کاری براش انجام میدین بلکه همه چیز پس میزنه چون الان وقت غذاست خوشا به حال شخصی که چنین اشتیاق عظیمی برای عدالت داره من میخوام خدا رو با زندگیم خوشحال کنم من گرسنه و تشنه نیکوییم و خداوند درباره چنین افراد میگه زیرا ایشان سیر خواهند شد خداوند قول داده که گرسنگان و تشنگان پارسایی و نیکویی و سیر کنه بله ولی عده بسیاری تشنه پول و مقام هستند و خداوند هرگز وعده ای. نداده که این میل رو برطرف کنه درسته خوشا به حال رحم کنندگان در این چه چیزی میبینیم؟ درباره رحمت باید بگم شخص ایماندار بین رحمتی که دریافت کرده و رحمتی که انتظار داره ایستاده بنابراین همیشه با رحم عمل میکنه یعنی من از خداوند رحمت یافتم چنان که رحمت یافته ایم خسته خاطر نمیشویم من طبق یهودا 21 منتظر رحمت مسیح هم که منو به حیات ابدی هدایت میکنه پس اگه من رحمت یافتم و منتظر رحمت هستم باید نسبت به افراد فقیری که در اطرافم هستن رحمت نشون بدم دوبار در این انجیل مسیح به ما آیه ای را که در هوش فصل 6 اومده یادآوری میکنه زیرا که رحمت را پسند کردم نه قربانی را لطفا توضیح بفرمایید درباره بقیه خوشابه ها از آیه هشتم تا دوازدهم. بله در آیه که هشت میگه خوشا به حال پاکتلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید درباره پاکتلان باید بگم که اونا خدا رو با چشمان ظاهری نمیبینن و گرنه میگفت خوشا به حال کسانی که بینایی خوبی دارن یا کسانی که دیده دهده هم دارن اما میگه خوشا به حال پاکتلان چون خدا رو میبینن اما با دلشون همونطور که در یک سرود میگه تو را میبینم در نور ملایم صبح در رنگهای های میان شاخه ها و صدایت را در هر جا می و در دلم با سکوت به تو گوش می دهم. پس من فقط زمانی میتونم خدا را ببینم که دلم پاک باشه. اگر دلم ناپاک باشه خدا رو نخواهم دید. خوشا به حال پاک دلان. خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. در واقع ایجاد صلح خیلی زیباست. خدا صلح را در آسمان ها برقرار می خدا پسرش و فرستاد تا با خونی که بر صلیب ریخته شد صلح برقرار بشه. و خوشا به حال کسی که در هر کجا سعی میکنه بین برادران، بین فامیل و همچنین همسایگان صلح و دوستی ایجاد کنه. ما به ایجاد صلح نیاز داریم. صالحان فرزندان خدا خوانده میشن. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی آزار میبینند زیر زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و آزار میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند. اینجا من منشه در دو مورده اول در راه نیکی و بعد به خاطر مسیح. در حقیقت هر دو خوبن ولی آزار دیدن به خاطر مسیح پاداش بزرگتری داره. هر رهبر یا پیشوایی زمانی که به قدرت میرسه برای خودش پیروانی جمع میکنه و برنامه ای بهشون میده تا سلطنتش رو تشریح کنه. درسته. اما فکر نمی کنم فهرستی مثل این بهشون بده. بلکه چیزی خلاف آیات ده و یازده رو بهشون میگه. خوشا به حال شما که پیروز میشین خوشا به حال شما که به قتل میرسونین و فتح میکنین به قارت و چپاول میکنین بله خوشا به حال شما که قارت و چپاول میکنین آتش میزنین و در دل مردم ترس ایجاد میکنین چون با این کار قلم رو ما وسیع تر و ریشه های ما عمیق تر میشه ولی مسیح فرمود خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و آزار میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند لطفا مقایسه ای انجام بدین بین این دعوت ها به قول شخص سلاطین سنوان غمگین شریر و دیوانه یعنی یا دیوانه هستن یا اینکه که غمگین و شریر هستن بله شریر این افراد پادشاهان و ممالک دنیا هستن ولی خوشا به حال ما که چنین پادشاه عادلی داریم که مثل هیچ کس در این دنیا نیست اینک پادشاهی به عدالت سرطنت خواهد کرد پادشاهی که صلح و سلامتی رو در زمین منتشر میکنه و این وقتی اتفاق میافته که مسیح سلطنت کنه هدیه ای که به این قوم نادان داده شد ولی در کتاب کارهای رسولان فصل 3 پتروس رسول میگه او باید تا زمانی که همه چیز تازه اونو شود در آسمان بماند زمان تازه شدن رسیده و جهان شاهد روزهای خوش سلطنت مسیح خواهد بود و من باور دارم که امروز این صحنه در پیرامون ماست به این خاطر که سراسر دنیا از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی و هر چیز دیگه ای دائما ناله میکنن و از آسمان میخوان تا مداخله کن و پادشاهی و بفرسته که موافق دل خداست. خورشید عدالت با شفا در زیر بالهایش. ممنونم برادر استراحتی میکنیم و با پرسش و حضار برمیگردیم. چرا در ابتدای آیه 13 هم خداوند فرمود که شهروندان ملکوت مثل نور و نمک هستند؟ بفرمایید برادر. خب من در تشبیه عیسی مسیح از ایمانداران به عنوان نور و نمک جهان این رو میبینم که اونا نه تنها با بقیه فرق دارن بلکه بر اونا تاثیر هم میذارن و توجه دارین که تاثیر نور و نمک چقدر زیاده. منظورم اینه که نمک صدایی تولید نمیکنه ولی اثر میذاره. نور هم صدایی نداره ولی اثر میذاره. در نمک چه خواصی هست؟ نمک حداقل سه اثر و سه نکته داره اول اینکه شما رو تشنه میکنه. وقتی که یه چیز شور میخورین تشنه میشین. و من اعتقاد دارم که ایمانداران باید مردم و تشنه یه مسیح کنن که چشمه یه حیاته. من نمیتونم تشنگی دیگران رو برطرف کنم اما میتونم اونا رو برای مسیح تشنه کنم که تشنگیشون رو برطرف کنه. بسه. و یکی دیگه از خاصیت های نمک علاوه بر اینکه تشنه میکنه اینه که به غذا هم میتونه تعم و مزه بده. در کتاب ایوب میگه غذای بینمک مزه ای ندارد. زربال مسئله وجود داره که اینطور میگه تو غذا رو به خاطر نمک یک ریالی خراب کردی یعنی نمک ارزونه و قیمتی نداره ولی میتونه تاثیر عمیقی بذاره. زمانی که نمک در غذا استفاده میشه تمام مزه ایجاد میکنه یعنی مهم نیست چقدر پول برای شام دادین تنها نمک میتونه تعم خوب ایجاد کنه. و سومین مورد اینه که پیش از اختراع شدن یخچال این نمک بود که باعث سالم موندن غذا می شد و از فساد و خراب شدن اون جلوگیری می کرد. من اعتقاد دارم ایمانداران باید مردم رو تشنه کنن و همچنین جلوی گسترش فساد رو بگیرن. این توضیح ها درباره نمک بودنه اما درباره نور باید بگم برای دیدن لازمه وقتی برق نباشه و تاریک باشه جو بسیار غم انگیزیه و این موجب غم و افسردگی میشه. ایمانداران وظیفه دارن در هر جایی که هستند روح شادی و خوشی رو در اونجا گسترش بدن. و من باور دارم ایماندارانی که به مسیح مرتبط و نزدیکن باید بین اطرافیان خودشون تأثیرات بسیار خوب و مثبتی بذارن از یاد نبریم که مسیح فرمود من نور جهان هستم ولی همچنین به شاگردانشم هم فرمود شما نور جهان هستید ممنونم برادر و اینکه مسیح به اونها نگفت شما نمک جهان و نور جهان باشیم داره. بلکه نمک و نور جهان هستیم دقیقا درسته رسیدیم به بخش بعدی یعنی آیات 17 تا 20 اجازه بدین این آیات رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنیم بفرمایید فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم نیامده ام تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن به انجام برسد پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پس سرین فرد محسوب خواهد شد حالان که هر کس شریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد بدانید که تا نیکی شما از نیکی علما و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد بله بردر لطفا توضیح بفرمایید که عبارت نیامده ام تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم به چه معنیه مردم فکر میکردن عیسی مسیح اومده تا انقلاب کنه انقلاب سفید یا قرمز مسیح برای از بین بردن تعالیم شریعت انقلاب نکرد شاید فکر مردم این بود ولی مسیح اینجا اشتباهشون اصلاح میکنه فکر نکنید من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را من سوخ نمایم او برای به کمال رسوندن اومده بود در بین مسیحیان یه اشتباه رایج وجود داره که فکر میکنن به کمال رسوندن به معنای اضافه کردنه به کمال رسوندن اضافه کردن نیست بلکه به انجام رسوندنه یعنی اگه شریعت توسط موسی آورده شد آیا نیاز بود که پسر خدا جسم پوشه تا یه چیز کوچیک بهش اضافه کنه؟ و آیا شریعت پیش از اومدن مسیح ناقص بود؟ چرا مزمور 19 رو نمیخونه؟ شریعت, خداوند, کامل, کامل است. بنابراین این به این معنیه که شریعت هیچ وقت ناقص نبوده و عیسی مسیح هم هیچ چیزی بهش اضافه نکرده. پس همونطور که گفتین به کمال رسوندن به معنی به انجام رسوندنه. به عبارت دیگه شریعت درباره چیزایی صحبت میکنه که باید اتفاق بیفتن. پیامبران از شخصی میگفتن که باید میومد. همونطور که در فصلهای یک و دو همین انجیل یعنی متا خوندیم تا آنچه به زبان نبی گفته شد به انجام برسد تصور کنین که مسیح نمی اومد شریعت کامل نمی شد چیزایی بودن که می بایست محقق می شدن. و تا اون زمان به انجام نرسیده بودن تا اینکه مسیح اومد با اومدن عیسی مسیح شریعت کامل شد همونطور که در انجیل یوحنا میگه بعد از آن عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفتش نم مسیح حتی کلمه ای از مزمور 69 رو نقض نکرد گفتش نم و اونا بهش سرکه دادن و اون گفت تمام شد همه نوشته ها درباره مسیح محقق شد بنابراین خداوند عیسی مسیح به هیچ عنوان نیومد تا انقلاب سفید یا قرمز کنه و بخواد تعالیم شریعت رو منسوخ کنه بلکه اومد تا در وجودش داوری و حکم شریعت و کلام انبیا به انجام برسن ممنونم برادر بنابراین از صحبت شما یاد گرفتیم که مسیح نیومد تا چیزی رو که کامل نبود کامل کنه بله. یا چیزی به شریعت اضافه کنه چون اون ناقص نبود درسته اون نه تنها مقررات شریعت رو کامل کرد همونطور که میگه بله. قتل مکن زنا مکن و مسیح هیچ کدوم از این کارها رو نکرد درسته بلکه اومد تا هدف شریعت رو به انجام برسونه دقیقاً. چون اگر مسیح نمیومد یک چیزی کم و ناقص بود بله. منتهی میشه به مسیح و به کفاره مسیح یوسف لطفا توضیحی بفرمایید در مورد آیه 20. میفرماید این را بدانید تا نیکی شما از نیکی علما و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد در زمان مسیح اصطلاحی متداول وجود داشت و اون این بود که اگر تنها دو نفر وارد بهشت بشن یکی از اونا باید فریسی باشه و دیگری کاتب اینجا میبینیم که مسیح چیزی رو اعلام میکنه که کاملا با انتظارات مردم تضاد داره میفرماید تا نیکی شما از نیکی علما و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاه یا آسمان وارد نخواهید شد این به این معنیه که حتی کاتبان فریسیان هم تصور نمی کردن از میار باشد. من اولی خیلی پایین تر بودن دلیل این که خداوند از عدالت کاتبان و همچنین فریسیان راضی نبود چه چیزی بود در ادامه فصل میخونیم نیکوی اونا ظاهری بود و خداوند چیزی که حقیقت نداره و واقعی نیست اصلا دوست نداره در کتاب مقدس میخونیم تا طرفدار صداقت و راستی هستی پس پادشاهی آسمان خود آسمان نیست بلکه ورود به دایره شناخت و معرفت سلطنت مسیح و آسمانه رسته. ممنونم اجازه بدیم بریم و با هزار درس امروز و مرور کنیم از این قسمت از برنامه چه چیزی آموختین؟ در این قسمت یاد گرفتیم که موعظه سر کوه یا بالای کوه شامل فصلهای پنجم، ششم و هفتمه و ما میتونیم فصل پنجم رو نیکوی راستین نام بذاریم و همچنین فصل ششم رو پرستش راستین و فصل هفتم هم داوری راستینه و اگه بخوایم این سه فصل رو به تسلیس مرتبط کنیم تونیم ببینیم فصل پنجم درباره روح القدس، فصل ششم درباره خدای پدر و فصل هفتم درباره مسیح و داوری حقیقی صحبت میکنه. ممنون از شما. یاد گرفتیم خوشا به حال ماتمیان به قصه و ماتم سختی ها و مشکلات اشاره نمی کنه بلکه به کسی که به خاطر گناهانش اندوکینه. همچون داوود که به خاطر خطاها و گناهانش هر شب بسترش از اشکا خیس میشد ممنونم یاد گرفتیم که ایمانداران به سه دلیل شبیه نمک هستن اول اینکه نمک مردم رو تشنه میکنه که پیش چشمه ای برن که تشنگی اونها رو برطرف کنه یعنی خداوند ولی خودش نمیتونه تشنگی رو برطرف کنه و مورد دوم اینکه به غذا تعم میده و سوم جلوی گسترش فساد رو میگیره بنابراین ایمانداران باید فساد دنیا رو کم یا متوقف کنن همچنین مثل نور هستن همونطور که خداوند فرمود من نور هستم پس باید باستا به نور خداوند باشیم برکت و خدا با شما عزیزان برادر یوسف سپاس گذارم شما. این گرامی شما را دعوت میکنم مسیح و بپذیرین تا دیداری دوباره در قسمت آینده خدا با شما چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان هم قلب تشنه هم کلام تو برترین از هست قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا من. عبدی و جاودانت تمامی کلامت